لوی سارنوالی پس از 10 روز بررسی چگونگی به خشونت کشانیده شدن این اعتراضات و کوتاهی ها در کار تامین امنیت پایتخت، سرانجام به این نتیجه رسید که وظیفه های فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پلیس کابل را به حالت تعلیق درآورد. اما حکومت به این باور است که این پایان کار نیست. هیچ نوع غفلتی صورت نخواهد گرفت و به هر سطح و سویه که مسئولین در این دخیل باشند یا غفلت وظیفوی کرده باشند یا هدایاتی که منجر به تلفات هموطنان ما در جریان تظاهرات شده باشند به او رسیدگی خواهد شد. لوی سارنوالی می گوید که بررسی های نهاد اندک زمان خواهد بود. این قضیه را با بی‌طرفی کامل، با حفظ استقلالیت، برویت اسناد، شواهد، مدارکی که به دسترس همکارای ما در جریان بررسیشان قرار بگیره بررسی خواهند کرد. اما جنبش رستاخیز تغییر بر عملی شدن تمامی خواست‌های این جنبش تاکید می‌ورزد. استقبال میکنیم از دادستانی کال و خواستاری ازی هستیم که کار خود با امانتداری تمام انجام بدن تا مردم افغانستان شاهد ازی باشند روزی که تمام کسایی که در قتل و کشتارشان به ویژه در حمله بر معترضین دست داشتن روزی بر دادگاه کشانده شوند و پشت میلای زندان باشند. اعتراض کنندگان روز جمعه خواهان کنارگیری رهبران حکومت نیز بودند. نیروهای دولتی نخست با کار گرفتن از ماشین‌های آب پاش و شلیک گاز اشک‌آور کوشیدند تا اعتراض کنندگان را پراگنده بسازند. اما هنگامی که اعتراض کنندگان تلاش کردند که به کاخ سپیدار و کاخ ریاست جمهوری نزدیک شوند، با ممانعت جدی نیروهای دولتی روبرو شدند که در نتیجه 5 اعتراض کننده کشته شدند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند.